سلام میکنم به شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید. امیدوارم خوب و سلامت و سرحال باشید. من سیما بهاری هستم، همراه با همکارم جمیل فرزان از برنامه گفتگو در خدمتون هستیم. این روزها تصاویری که از تلویزیون ها و از مدیای اجتماعی و از رسانه های مختلف میبینیم در رابطه با جنگی که همکنون در اسرائیل و از طرف دیگه حماس برقرار هست، بسیار تکون دهنده است، دردناک است. دو جریان بغایت ارتجاعی و تروریست، دولت اسرائیل و حماس، میکشن و اسناد جنایاتشون رو مثل اسناد افتخار برای هم رو میکنن. در رابطه با حماس، فاکتور حمایت 100% جمهوری اسلامی رو هم باید اضافه کرد. در برنامه گفتگو از محسن ابراهیمی دعوت کردیم تا سوالاتی رو با ایشون در میان بذاریم. با ما باشید. سلام میکنم به شما محسن ابراهیمی. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکار عزیز مردم ایران. امیدوارم برنامه بعد داشته باشیم که از صلح و از همزیستی مردم، از زندگی امن مردم در اون منطقه صحبت کنیم. متاسفانه این روزها هرچه خبر داریم میشنویم از جنگ خونریزی ضد مردم، ضد انسانیت و تصویر زیبایی واقعا نیست. خب امروز ما میخوایم در این رابطه صحبت بکنیم، در مورد حمله حماس به اسرائیل و از اون طرف پاسخ اسرائیل به حماس. ببینیم که چه فضایی رو ما داریم میبینیم. الان حمله حماس به اسرائیل چه ابعادی داره؟ اصلا اوضاع چجوریه؟ خب حماس با اون حمله غافلگیرانه و بهتر بگم قتل عام مردم بیگناه در جنوب اسرائیل دروازه بزرگی رو باز کرد که اونورش کاملا میشد پیش بینی کرد یه جهنم سوزانیه که انسان سوز خانمان براندازه، کاملا میشد این رو پیش بینی کرد. خب حماس تو اون حرکتش، تو اون کار تو اون تهاجم تروریستیش تبخش جریانات اسلامی رو به نمایش گذاشت و جریانات اسلامی خب تبخش و جنایتشون رو در مقابل دوربین ها انجام میدن و حماس هم این کار رو کرد. کاملا مشهود بود که روشن بود که جریان راست افراطی نجات پرست قوم پرست مذهبی حاکم در اسرائیل در مقابل این تبخش حتی به مراتب بیشتر و ویرانسازتری میتونه به نمایش بذاره که الان داره میذاره. بزرگترین ارتش، قدرتمندترین ارتش منطقه، تمام نیرو و قدرت جهنمی خودش رو الان به کار انداخته علیه مردمی دو و دو دهم میلیون پیپول، مردم که در یک گوشه اسرائیل در یک خاک بسیار کوچیک، حتی تقریبا شبیه شهرهای کوچیک در کشورهای بزرگه، اونجا دارن زندگی میکنن. الان داریم میبینیم که حماس اگرچه جنایت و تواش خودش رو به نمایش گذاشت، اسرائیل ویرانه های رو، ساختمان های رو داره نشون میده که فقط ویران میشن، ولی میشه تصور کرد زیر این تل عظیم ساختمان ها بچه ها، زنان، مادران، پدران، کودکان، خانواده ها دارن محو و نابود میشن. میخوام بگم که این توحش دروازش این بار حماس باز کرد و این جهنم سوزان بسیار بسیار قدرتمند داره مردم رو میکشه و ادامه خواهد داشت و متاسفانه هنوز معلوم نیست که بالاخره نهایت این ماجرا به کجا خواهد انجامید، ولی یک چیز روشنه، زندگی های زیادی نابود خواهد شد و زمینه برای زندگی امن در اون منطقه حتی به نظر من دروازه هاش دریچه‌هاش بسته تر میشه. بله، توی مقدمه صحبتم از جمهوری اسلامی گفتم که حمایت 100% اون رو هم باید این مثل فاکتور در نظر بگیریم. اجازه بدید اینجا سوالمو یک کمی باز کنم. جمهوری اسلامی از ابتدایی که این مسئله اتفاق افتاد بسیار شادمانی میکنن، علنا شادمانی میکنن و اینو مخفی هم نمیکنن، خیلی خوشحالن از این موضوع. موضع گیریایی که میکنن نفرت انگیزه در مورد مردم اسرائیل که زنان و پیر زنان و بچه ها و هیچ کدوم اینا از آدم های عادی نیستن، اینا همشون صهیونیستن و همشون نمیدونم ضد انقلابن و باید از بین برن، همون
نظری که جمهوری اسلامی همیشه داشته که اسرائیل باید محو بشه. اصلا نقش جمهوری اسلامی رو این وسط چجوری اصلا میشه تعریف کرد؟ منفعتشون چیه و اصلا دارن چه کار میکنن؟ کلا اجازه بدید این سوالم اینجا بگم، حماس چرا دست به چنین کاری زد؟ ببینید، به درستی باید بگیم که حماس و جمهوری اسلامی چرا به این تعرض تروریستی دست زدن. روشنه که جمهوری اسلامی در داخل، اینو دیگه همه میدونن، در داخل ایران با یه انقلاب بزرگی مواجهه، یعنی شدیدترین و عمیقترین بحران حکومتی جمهوری اسلامی در 44 سال گذشته الان باش حکومت مواجه، یعنی شبه سرنگونی همچنان بالا سرشه و این خطر بیخ گوششه. میدونه که این مردمی که انقلابی رو شروع کردن این رو به سرانجام میرسونن بالاخره. در داخل حکومت اسلامی با بحران حکومتی مواجهه، در منطقه و در جهان حکومت اسلامی بیش از گذشته منزوی تر شده، ولی این انزوای سیاسی مخصوصا در منطقه در 3-4 سال اخیر بعد از پیمان ابراهیم که قطر، امارات متحده عربی و اینا رو به اسرائیل نزدیک کرد و در ادامهش تو همین ماهای گذشته همه متوجه بودن که اسرائیل، عربستان سعودی مخصوصا، اینا روابطشون داره نزدیک میشه به یکی از میشه گفت که بی سابقه ترین به اصطلاح مناسباتی رو دارن با همدیگه شروع میکنن. حکومت اسلامی براش عربستان سعودی که همیشه دشمن محسوب میشد، اسرائیل هم که حکومت میخواد بریزه به دریا، این مالی خولیای اسلامی نظرش بر اینه که این مردم رو، اسرائیل رو، اسرائیل البته نتانیاهو نیست، اسرائیل 9 میلیون 10 میلیون انسان زندگی میکنن، اینا رو میخوان بریزن دریا. خب حکومت اسلامی کاملا متوجه بود که در منطقه، البته خودش هم تلاش میکرد به عربستان سعودی نزدیک بشه، ولی کاملا روشن بود که اون اتحادی که داره شکل میگیره توسط اسرائیل، عربستان و کلا کشورهای منطقه، حکومت اسلامی رو در منطقه منزوی تر خواهد کرد و این براش فوق‌العاده حیاتی بود. خب حماس یکی از نیروهای وابسته تروریستی اسلامی مربوط به جمهوری اسلامیه، سر به جمهوری اسلامیه، اصلا حماس رو حکومت اسلامی از نظر مالی و اینا لوجستیک زنده نگرداشته. تصور کنید در منطقه کشورهای اسرائیل و عربستان و همه اینا به هم دیگه نزدیک بشن، مثلا شرایط فراهم بشه که بالاخره در فلسطین به یه نحوی این دو طرف به نتیجه برسن که یه جوری بالاخره با هم زندگی بکنن، اگر این تصور به واقعیت بپیونده، اون موقع آیا جایی برای جنبش تروریستی اسلامی باقی میمونه؟ آیا جایی برای حماس باقی میمونه؟ آیا جایی برای جمهوری اسلامی برای این به اصطلاح اهداف منطقه‌ایش، موشک پرانیش، نمیدونم تقویت جریانات تروریستی باقی نمیمونه؟ معلومه که باقی نمیمونه. میخوام بگم که فراتر از این، جمهوری اسلامی خودش در خود ایران اگر در منطقه تضعیف بشه، اگر این به قول خودشون محور مقاومت یا مقاومت به قول خودشون اسلامی و فلسطینی تضعیف بشه، اون موقع حکومت اسلامی یه پاشم داره زیر پاش خالی میشه. خب معلومه که حکومت اسلامی اخیراً، خب همون شنیدیم خامنه‌ای چه حرفایی در رابطه با اسرائیل و عربستان زد که بحثش این بود که گویا عربستان داره رو اسب بازنده به اصطلاح قمار میکنه و هشدار داد که این کارو نکنن و یه جوری در حقیقت اونجا گفت که به یه معنا پشیمون میشن. به نظر من به طور کامل همون صحبتای خامنه ای نشون میداد که اینها میخوان این اتفاق نیفته تو منطقه و البته در ایران هم که همچنان گفتم در خطر حیات سیاسی جمهوری اسلامی و به نظر من با پشتیبانی قطعی حکومت اسلامی این تعرض فاشیستی تروریستی رو به مردم اسرائیل در جنوب اسرائیل انجام دادن که نتیجهش هم میدونستن که همین خواهد شد که الان داریم میبینیم، یعنی اسرائیل ماشین عظیم جنایتش رو به کار انداخته که در غزه قتل عام کنه و البته خود اینم بالاخره نتایج تبلیغاتی، این تبلیغاتش، بهتر اینجوری بگم، خود این هم باعث خواهد شد که همین جریانات تروریستی بیشتر تغذیه بشن و در مقابل جنایت بیشتری انجام بدن و جریانات راست حاکم در اسرائیل هم بازم بیشتر تغذیه بشن. در یه جمله بگم که این دو طرف، یعنی جبهه تروریسم اسلامی مثل حماس و جمهوری اسلامی از یه طرف و
و جریانات راست نجات پرست قوم پرست در اسرائیل از طرف دیگر از همدیگه تغذیه میکنن، از خونی که دارن میریزن در منطقه دارن تغذیه میکنن. پس باید ادامه بدن این رو، و حکومت اسلامی هم دقیقا به همین خاطر پشت حماس رفت تا این جنایت رو شروع کنن. خب اجازه بدید بازم یه نگاهی بندازیم داخل ایران. شما اشاره کردید به شرایط سیاسی که خود جمهوری اسلامی داره. هممون هم میدونیم انقلاب زن زندگی آزادی توجه خیلی زیادی از مردم، از دنیا، همه رو به خود جمهوری اسلامی و جنایتاش در رابطه با داخل ایران معطوف کرده. این اتفاقی که افتاده چجوری میتونه به اون تو اون شرایط تاثیر بذاره؟ ببینید مردم ایران، من فکر میکنم دیگه این شعار نیست، واقعا مردم ایران نشون دادن که از نظر سیاسی، جدا از اینکه حکومت اسلامی رو نمیخوان و نه تنها نمیخوان بلکه تصمیم گرفتن این حکومت رو بالاخره به عمر ننگینش پایان بدن، ولی این مردم بسیار آگاهن. اگه شعارها پیش از این ماجرایی که اتفاق الان افتاده، اگه شعارهای مردم رو که انعکاسی از اهداف سیاسی یا بهتره بگم آگاهی سیاسی مردم نگاه کنیم، خب بارها و بارها مردم در مقابل حکومت اعلام کردن که ما میدونیم آمریکا دشمن ما نیست، خود شما دشمن ما هستین. دروغ میگن، آمریکا دشمن ما همینجاست. مردم این شعار رو به این خاطر دادن که به حکومت اسلامی نشون بدن که میشناسن دشمن خودشون رو. به یه معنا اعلام کنن که این مالی خولیای ضد غربی شما مردم سهیم نیستن. خب این یه من به این خاطر به این اشاره کردم مردم آگاهن. و جالبه تو همین هفته گذشته، 5 روز گذشته، 2 تا اتفاق در جامعه ایران رخ داد که نشون میده حکومت اسلامی احمقانه تصور میکنه با چنین جنایتی که الان آغاز کرده در منطقه، احمقانه تصور میکنه میتونه انقلاب زن زندگی آزادی رو یه جوری بالاخره به طور کامل شکست بده. چه اتفاقی افتاد؟ یکی در استادیوم آزادی بود، دقیقا استادیوم آزادی بود که طرفداران پرسپولیس و اینا تو مسابقه در مقابل علم کردن پرچم فلسطین، همون مردمی که بارها و بارها گفتن فلسطین رو رها کن، فکری به حال ما کن، در استادیوم در مقابل علم کردن پرچم فلسطین توسط دار و دسته حکومت شعار دادن، پرچم رو حواله ما تحت جمهوری اسلامی کردن، فحش دادن، توهین اعلام کردن، یعنی گفتن که ما میدونیم، اجازه نمیدیم از یک میدون ورزشی، از یک مثلا نمایش ورزشی استفاده کنیم دوباره تو این ماجرا، تو این اتفاق، تو این جنایت طرف تروریسم حماس رو بگیریم و همچنان دشمن ما شما هستن. یا مثلا در سقز تلاش کردن که یه نمایشی در حمایت از حماس تو اون منطقه، جالبه تو اون منطقه، خیلی سمبولیک بود دیگه، کاملا روشن بود که دارن به مردم میگن، تلاش میکنن منحرف کنن ذهن مردم رو به از مهسا و انقلاب مهسا، انقلاب ژینا، به جاهای دیگه. تلاش کردن یه نمایش رو در حمایت از حماس به وجود بیارن که فقط ماشینای خودشون و آدمای خودشون بود. میخوام بگم که مردم در ایران انقلابی رو که شروع کردن، به نظر من میتونه در کوتاه مدت، مثلا برای مثال این اتفاقی که برای آرمیتا افتاده، ممکنه به خاطر این عظمت این جنایتی که الان در منطقه داره رخ میده یا احساس خطری که ممکنه مردم بکنن، ممکنه اینو به حاشیه برونه، ولی این خیلی کوتاه مدته. به نظر من مردم این جنایت، این اتفاقی که در منطقه رخ داده و دودش به چشم مردم، همه مردم از جمله مردم ایران خواهد رفت، این رو مقصر و مسبب اصلیش همون حکومتی رو میدونن که علیهش قیام کردن، علیهش انقلاب کردن، و این حکومت نمیتونه با این جنایت، به نظر من برعکسش خواهد شد. به نظر من این اتفاق باعث خواهد شد، معلوم شد که حکومت اسلامی اسب بازنده هست که خامنه ای منظما در موردش داشت حرف میزد. اینم اضافه کنم، خامنه ای همین دیروز پیروز سخنرانی کرد و جالب بود، بعد از 5 روز که اینو، این جنایت رو حماسه میخوندن، تبریک میگفتن به تروریسم اسلامی در منطقه، به حماس تبریک میگفتن، خامنه ای میگفت که خیلی صریح میگفتن، همه سران حکومت میگفتن که این یک حماسه است، خامنه ای دیروز صحبت کرد گفت که اشتباه میکنن اونایی که میگن حکومت اسلامی این کارو داره، این کارو انجام داده، این مردم فلسطینیا هستن، و گفت البته ما بازو و پیشانی اینا رو میبوسیم. کاملا معلوم بود یه عقب نشینی بعد از رجزخانی های اولیه در رابطه با
اتفاق تروریسمی که اسمش حماسه گذاشته بودن. چرا این عقب نشین رو خامنه ای کرد؟ به این خاطر که دقیقا متوجه شده که این ماجرا، این اتفاق نهایتا به ضرر جمهوری اسلامی، چون حکومت اسلامی رو مردم ایران قطعا مقصر اصلی جنایتی که همین الان در غزه داره رخ میده خواهند دید و به یه معنا یک زیر بغل حکومت اسلامی یه پرونده سنگین جنایت علیه بشریت هم داره اضافه میشه. بله، خب اجازه بدید یه نکاتی رو گفتین، من اینجا میخوام یه مقدار بازترش بکنم، سوال رو کمی مشخصتر مطرح بکنم. گفتین که اسب بازنده خود جمهوری اسلامیه و در نهایت به ضررش تمام میشه. اجازه بدین من سوال رو اینجوری مطرح کنم. این اتفاقی که افتاده، حمله از جانب حماس، واکنش اسرائیل و اونم که داره حمله میکنه، نیروهای تروریست اسلامی رو از یه طرف، نیروهای راست افراطی توی اسرائیل رو از یه طرف حتما تحت تاثیر قرار خواهد داد. چه جوری؟ به ضررشونه، به نفعشونه، در دراز مدت و در کوتاه مدت؟ در کوتاه مدت خیلی روشنه. الان میدونیم در اسرائیل خب نتانیاهو و دار و دسته‌اش حکومت میکنن و میدونیم که در اسرائیل مردم نزدیک 7-8 ماهه که در مقابل این جریان راست حاکم در خیابونا بودن، به خاطر اینکه این جریان تلاش میکرد دستگاه قضایی رو دست به اصطلاح تحویل بده به خاقام ها، یعنی یه جوری دین و مذهب رو وارد دستگاه قضایی بکنه. خب مردم اومدن اعتراض کردن، اعتراضات بسیار گسترده بود در اسرائیل. خب معلومه که در چنین شرایطی این اعتراضات حاشیه میشن، خیلی روشنه. در کوتاه مدت من منظورم حاشیه میشن. در خود منطقه هم خیلی روشنه، وقتی جنگیه، جنایتیه، توحشیه، همیشه در چنین شرایطی اعتراضات مدنی، اعتراضات سیاسی میتونه حاشیه‌ای باشه. ولی اون چیزی که از طرف دیگه هم اینم باید بگم که کلن هر چقدر از هر طرف جنایت بیشتری انجام بشه، طرف مقابل، راستای طرف مقابل هم تقویت میشن. روشنه که هر چقدر حماس و جهاد اسلامی و کلن این جریانات بیشتر شهروندان اسرائیل رو بکشن، خب زمینه رو در اسرائیل فراهم میکنن که جناح راست دست بالا پیدا کنه. و متقابلا هم اینجوریه، هر چقدر اسرائیل در غزه و حالا احتمالا به چرانه باختری رود اردن هم برسه که منطقه تحت به اصطلاح حفاظت و یعنی حماس اونجا نیست، بخش دیگه الفتح و بخش دیگه جریان فلسطینی رو حکومت میکنه، اونجا هم ممکنه این سرایت بکنه. در اون صورت هر چقدر اسرائیل بیشتر جنایت بکنه، همونقدر زمینه فراهم میشه برای سربازگیری جریانات تروریستی. این در کوتاه مدته، یعنی تاریخا هم اینجوری بوده، اینا از هم تغذیه کردن، از جنایت همدیگه برای تقویت خودشون، برای زنده نگه داشتن خودشون همیشه استفاده کردن. ولی در دراز مدت به نظر من این ماجرا کاملا عوض خواهد شد. مردم فلسطین، مردم غزه، یعنی اون 2.2 میلیون جمعیتی که اونجا دارن زندگی میکنن، الان برقشون قطعه. واقعا واقعا دنیای غریبیه. وزیر دفاع اسرائیل اومد رو به دوربین نگاه کرد و گفت که برق و آب و غذا و همه چی رو قطع میکنیم، چون میدونیم که غزه همه این چیزاش از اسرائیل میاد. خب میخوام بگم که مردمی که اونجا دارن زندگی میکنن، نه جریان حماس، نه تروریستای حماس که خودشون بخشن در قطرن، بخشن تو تونلای زیرزمینی هم، این مردم این وضعیت رو به طور قطع نه فقط اسرائیل بلکه خود حماس خواهند دید، برای اینکه حماس این جنایت رو این بار شروع کرد. مردم میفهمن که این اتفاقی که حماس برای زنده نگه ادامه تداوم حیات سیاسیش انجام داد، باعث و بانی این وضعیتی که مردم الان باش مواجه هستن هست و در کنار اسرائیل حماس را مقصر میدونن و حتی جمهوری اسلامی رو مشخصن. و این در دراز مدت به نظر من این مردم رو از حماس و جریان اسلامی منزجرتر میکنه. قطعا شاید برگردیم به اون دوره‌ای که مانیفست جوانان غزه یادمونه که تو اون مانیفست چقدر با صراحت، با روشنی اعلام کردن که نه حماس رو میخوان، نه جهاد اسلامی میخوان، نه الفتح رو میخوان، نه آمریکا رو میخوان، نه اسرائیل رو میخوان، هیچ کدوم از جریانات قوم پرست و نژاد پرست رو نمیخوان و میخوان خودشون
با کرامت انسانی زندگی بکنن. به نظر من زمینه بیشتر فراهم خواهد شد که مردم در منطقه بیشتر به این سمت گرایش پیدا بکنن. خب و ما در پایان صحبتمون اجازه بدید که یه نگاهی هم به این موضوع بندازیم که بالاخره یک جهنم واقعا ایجاد کردن. تصاویری که توی تلویزیون ها دیده میشه حقیقتا آدم خیلی باید دل داشته باشه که نگاه کنه. کودکانی که دارن آزار میبینن، زنان نیمه برهنه، خونه هایی که ویران شده با پیکر آدم ها بود، آهن و گل و همه چیز با هم قاطی شده، اینا صحنه هایی که دارن واقعا به رخ دنیا میکشن و خیلی تکون دهنده است. آیا این جهنمی که درست کردن راه برون رفتی داره؟ کوتاه مدت، دراز مدت؟ ببینید خیلی روشنه، در کوتاه مدت به نظر من تنها چیزی که میتونه هر دو طرف رو، مشخصا الان اسرائیل که خب به عنوان یه دولت هست، بالاخره حماس که حالا ظاهر دولت داره ولی یه جریان تروریستی کاملا، فقط حضور گسترده مردم در جهان، در محکومیت شدید، در اعتراض شدید علیه جنایت هر دو طرف است که میتونه شرایط رو فراهم بکنه که شاید فتیلای مدار پایین کشیده بشه. البته خود اینم قطعی نیست، ولی تنها چیزی که میتونه تو این دوره تاثیر، بهتر اینجوری بگم، اگه مردم جهان به خیابونا بیان، ما میدونیم که در جنگ ویتنام، در تهاجم آمریکا در ویتنام، همیشه این مردم اینو میگن که آمریکا در ویتنام چجوری شکست خورد، در اتاق خواب مردم شکست خورد، یعنی اینکه مردم تو آشپزخونه، در آشپزخونه مردم، در اتاق خواب مردم، یعنی مردم اونقدر معترض بودن که بالاخره آمریکا مجبور شد عقب نشینی بکنه جدا از بالاخره مقاومت خود مردم اونجا. الان هم اینجوریه، هر چقدر مردم وسیع‌تری، تعداد بیشتری با قاطعیت در خیابونها به هر شکل ممکن علیه این جنایت و این توحش توسط هر دو طرف اعتراض بکنن، همونقدر دولت‌های خود این اروپایی و آمریکا و اینا بالاخره، یا نهادهای بین‌المللی هم مجبورن زیر فشار مردم بالاخره تلاش بکنن این ماجرا پایان بپذیره. این در کوتاه مدت چقدر میگیره چقدر نمیگیره، به نظر من این دیگه بستگی داره به ابعاد این جنبش، این جنبش چقدر قوی باشه. البته اینجا اینم بگم که همین الان متاسفانه دو جریان نمایش‌های سیاسی خیابونی رو در کشورهای اروپایی و کلا در کشورهای جهان شروع کردن. یه جریان در حمایت از به اصطلاح ظاهرا مردم فلسطین، ولی عملا اساسا از این جنبش اسلامی کثیف سیاسی تروریستی، عملا منظورم این تظاهرات خیابونیشون به نفع اون تموم میشه وقتی فقط از یه طرف دفاع میکنن، طرف مقابل رو محکوم میکنن، از مقابل هم یه جریاناتی الان به نفع اسرائیل و علیه فلسطین دارن تظاهرات میکنن. این البته به یه معنا اینا آتش بیار معرکه هستن، عملا بیشتر هم دارن دامن میزنن، ولی در اصل این جنبش آلترناتیو، جنبش سومی باید به میدون بیاد در کوتاه مدت. در دراز مدت خیلی روشن، ما همیشه گفتیم که مستقل از اینکه اسرائیل چجوری شکل گرفت بعد از جنگ جهانی دوم، اعلامیه بالفور، نمیدونم کلا این منطقه چجوری به این وضعیت افتاده که الان دو تا بخش مردم در دو بخش متفاوت اسرائیل دارن زندگی میکنن و سیاستمدارانشون هم همیشه دشمنی، کینه، خشونت رو دارن پیش میبرن، مستقل از اینا بالاخره مردمی که الان اونجا دارن زندگی میکنن هیچ ربطی به تاریخ گذشته حتی ندارن. این مردم میخوان در صلح، در امنیت، در آرامش زندگی بکنن. ما اینو قبلا هم دیدیم که مردم در اسرائیل و در فلسطین حقیقتا میخوان در کنار هم زندگی کنن. در دراز مدت تنها راه حل این مسئله شکل گرفتن دو دولت، دو کشور مستقل به رسمیت شناخته شده در جهان، به رسمیت شناخته شده از طرف هر دو طرف هست که میتونه بالاخره این زخم عمیقی که در اون منطقه تاریخاً وجود داشته و زندگی ها رو نابود میکنه، این زخم بالاخره التیام پیدا کنه و این ماجرا به نحوی تموم میشه. خیلی متشکرم از شما محسن ابراهیمی. ممنونم از شما. بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو میشنیدید با محسن ابراهیمی، رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری، در رابطه با حمله حماس به اسرائیل و برخورد متقابل اسرائیل، دولت اسرائیل به مردم در غزه و سرزمین هایی که بالاخره مربوط به فلسطین و غیره است.
امیدوارم بحث ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. من سیما بهاری همراه با همکارم جمیل فرزان برای شما ساعات و لحظه‌های خوبی آرزو مندیم. سربلند باشید.